سلام دوستان و عزیزان، در خدمتون هستم برای فال روزانمون. عزیزان دل، من مثل همیشه خوش آمد میگم به شما دوست عزیزی که تازه عضو کانال شدین. خیلی خوش آمدین، صفا آوردین یاران، و من مثل همیشه سپاسگزار و قدرشناس تمام زحمات شما سروران کانال هستم. دوستانی که تازه عضو کانال شدین، همیشه ما شبا برای روز بعد فالو میذاریم. یکی از دوستان، یکی دو تا نه چند تا دوستان میگفتن که خب چرا همون روز نه، به خاطر که روزی که گذشت دیگه فالش رو گرفتم فایده نداره. انرژی این فال ها انرژی 10 روزه هست. از اونجایی که این فال ها فال های عمومی و کلی هستن، ممکنه مقداری به شما بخوره، ممکنه هیچ کدوم نخوره، ممکنه که روز دیگه و فال دیگه مال شما باشه. دوستان عزیز، ببینیم با هم دیگه اولین انرژی چه انرژی هست برای شما. من از کارت های هیجانی استفاده می کنم. ببینیم در هیجانات چه خبر هست، در شهر چه خبر می باشد. نه، این کارت دو مرتبه در اومد، میذارمش سر جاش چون هنوز کموشنم رو نگفتم، نیتم رو نکردم. خب ببینیم اینا رو چه خبره. من خیلی سپاسگزارم از دوستانی که عضو کانال فرانسوی شدن، خیلی خیلی سپاسگزارم ازتون. خب ببینیم با هم دیگه اولین کارت چه خبر هست. حرف از آرامش میزنه. چه بحبه، چه بحبه، آرامش کارت خوب افتاد برامون. ولی خب آرامشی که دستتونم گذاشتین کسی سراغم نیاد. خب یک حالت دفاعی دارم، آرامشمو ازش دفاع میکنم. من تو رو آسان نیاوردم به دست. خب ببینیم کارت های بعدی رو. کارتی که اینجا افتاد دوستان عزیز، حرف از حالا یا اینکه آرامش دارین در مقابل دیگران اینگونه هستش که، یا اینکه آرامش دارین و اینکه با کمک دیگران که افرادی هستن که بهتون مشاوره میدن یا کمکتون میکنن، همکاری میکنن. و اینجا دارم میبینم که اینجا شادی برای شما میبینم، شادی و قدرت. دوستان قدرتمند هستین، بسیار عالی. وقتی که چند نفر باشیم معمولا قدرتمندتر هستیم. البته این چند نفر، من همیشه این کارت رو همیشه یاد کائنات، موجودات نورانی، همین این نیروی الهی که در کنار ما هست هستم. خب ببینیم کارت های بعد چه خبر هست دوستان عزیز. بله، بیشتر به خودتون میرسین، بسیار خوب. به ظاهرتون میرسین، به زندگی مادیتون میرسین، به زیباییتون میرسین، و اینکه دوست دارین برای خودتون یک زندگی درست حسابی داشته باشین. بلکه یک سری احساس میکنین آنچنان آزادی عمل ندارین، و اینکه احساس میکنین که اوکی، من این چیزها رو دوست دارم داشته باشم، ولی اینکه آنچنان آزادی عمل هم ندارم. اوکی، ببینیم کارتای بعدی رو با هم دیگه چه کارتایی هست و از چگونه خواهند شد. خب کارت بعدی حرف از فراوانی میزنه برای شما از نظر مالی. برای یک سری دوستان عزیز دارم میبینم از نظر مالی زندگی مادیتون به یک آرامش دارین میرسین. دوستان یک کاری داره درست میشه توی کارهای شما که مادیات شما رو بهتر داره میکنه. خب ببینیم کارت های بعدی رو با هم دیگه. از این دسته کارت ها استفاده میکنم. آباباب، دو مرتبه این دورمینه تکون خورد، ببخشید. اصلا یک بچه آرامی نیست این دوربین. خب ببینیم چه خبره. خب کارت بعدی دوستان حرف از این میزنه که یک شانس بسیار خوبی، قشنگ و زیبایی داره سراغتون میاد عزیزان دل. یک شانسی که شاید ببینیم به زندگی مادی شما کمک کنه و اینکه مادیات شما رو بهبود بده و اینکه حال شما خوب باشه. به تیک تاک این پشت افتاده، یعنی دیگه خیلی نزدیک هستش، خیلی خیلی نزدیک هستش. بسیار خوب، عالی و خیلی خیلی خوشحالم. من وقتی این کارتای خوب میفته خودم بال در میارم. خب ببینیم کارتای بعدی رو با هم دیگه. من از کارتای آینه بینی استفاده میکنم. ببینیم با هم دیگه کارتای آینه بینی بهتون چی میگن. خب
کارت بعدی خانواده، حالا یا یک موضوع خانوادگی هست که داره درست میشه، یک ارثی هست، میراثی هست، یک چیزی توی این زمینه ها ممکن هست باشه. بله دارم میبینم که کارت خانواده همون شاکرای ریشه هستش، یعنی مستحکم تر شدن شما دوست عزیزی که دارین این فالا نگاه میکنه، خانم باشین یا آقا باشین. خب دوستان ببینیم با هم دیگه در کارت های دیگه، کارت های دیگه به شما چه چیزی رو میگن. من از دست کارت های Spark of Love استفاده میکنم و این کارت ها رو کامل میکنم با کارت های Line of Love. خب ببینیم با هم دیگه چه خبره دوستان عزیز. من کارت ها دوتاشون رو مخلوط میکنم و بعد میریم سراغشون. خب و اما لاین آف لاف دوستان این بودن که تقاضا میکردن که دو مرتبه من کارت عاطفی بکشم. من بر روی هر کارت دامنه از کارت ها دو تا دیگه دارم بیشتر از کوپن استفاده میکنم. اوکی من به صورت امتحانی حالا یه چند وقتی دو تا کارت دیگه از فرشتگان عشق فقط میکشم آخر سر، ببینیم چی میشه. اوکی ببینیم چه خبر هستش. من از کارت های اسپارک آف لاف در ارتباط با انرژی های شما استفاده میکنم. و بهتر انرژی بسیار شاد و خندانی هستین دارین و ببینید دارم میرم به یک نگاه معصومانه به یک سری از مسائل دارین، ولی یک نگاه پر از سوال به یک سری از شاید در ارتباط با یک سری از افرادی که خیلی وقت هست میشناسینشون، شما یک مقداری دارم میبینم که اینجا یک نگاه تعجب آوری داری. حالا ممکنه یک سری از افراد که هم شاد میکنن شما رو، همین که یک علامت سوال بزرگ در ذهن شما دارن به وجود میارن. حرف از من دست رد خوردن میزنه و اینکه باز هم این گم و گیجی ممکنه هستش که افرادی که با یک سری از افرادی که خیلی وقت هست شما اونا رو میشناسین، الان یک مقدار در ارتباط با رفتارشون که با شما رو شاد میکردن، در ارتباط با رفتارشون روزهایی که داره میاد برای شما یک علامت تعجب باشه و شما رو یک مقدار درگیری ذهنی بهتون دست بده. در ارتباط با مسائل احساسی شما چه خبر هست؟ در ارتباط با مسائل احساسی شما دوستان عزیز رها کردن خودتون هست، مثل یک ناسزا شده رها، خودتون رو رها کنین، خودتون رو رها کنین دوستان. و قدرتمندی شما اون زمانی قدرتمند هستین که مسائل احساسی پاشنه اشیرتون نباشه. خودتون رو رها کنین، هرچه بادا باد. ببینیم کارتای بعدی رو با هم دیگه، دوتا دیگه کارت میکشم. اینجا حرف از کار بله و اینجا هم دارم اینم حرف هست. ناگهان من احساس میکنم تصمیمی میگیرین که تغییر بدین توی حالتهای احساسی خودتون. یک سریاتون شاید تصمیم میگیرین برای که یک دوره تمام بشه، یک معزایی به پایان برسه. من سعی میکنم خودم رو روی بیشتر مسائل کاری متمرکز کنم. در ارتباط با مسائل کاری شما دوستان، بهبودی شرایط کاری شما اینجا هستش. و کارت بعدی حرف از یک تعهد، ممکن هستش که در قراردادی که دارین بهبودی هایی به وجود بیاد یا در ارتباط با یک قراردادی موفقیت های آید شما بشه. یعنی که به طور کلی اینجا دارم میبینم برای یک سری دوستان عزیز یک کار جدید سر راه شما قرار بگیره. خب بریم ببینیم که برگشت یک سری از مسائل خوب در زندگی کاریتون. بله در برگشت یک سری از مسائل خوب در زندگی کاریتون که احساس امنیت رو به شما برمیگردونه. در ارتباط با مسائل مالی شما دوستان دارم میبینم که اینجا میکرد این کارت رو بالا بکشم، دارم میبینم که اینجا حرف از قدرتمندی شما میزنه و در ابتدای دوره هستین که در اون دارم میبینم که مادیات خوب هستن، همه چیز داره به سمت بهبودی حرکت میکنه. و دو تا کارت دیگه براتون میکشم. خودتون تک تنها دارین میرسین به زندگی مالیتون، دارم میرم مطالعه میکنین و راه خودتون رو دارین هموار میکنین برای پیشرفت های مادی خودتون. در ارتباط با مسائل اجتماعی دوستان مکالمه دارم براتون میبینم و ما کارت بعدی حرف از ما مواظب خودتون باشین دوستان، مواظب این باشین که با همه کس دهن به دهن نشین، با همه کس حرف نزنین، نقل و نبات پخش نکنین، چون ممکن هستش که یک سری از افراد برای شما یک مشکلاتی رو ناراحتی هایی رو به وجود بیارن. اینجا حرف از اعتماد میزنه و کارت بعدی هم اینجا دارم اینم حرف از جذابیت میزنه. من احساس میکنم که
شاید به یک سری از افراد نباید خیلی اعتماد کنین دوستان. اوکی، هر چیزی که فکر میکنین ظاهرش قشنگ هستش حتما خوب نیستش. و اما در ارتباط با مسائل چالشی شما این هستش که شاد باشین، شادی مهمان زندگیتون باشه، لحظات سبکبالی که سر راهتون قرار میگیره استفاده کنین، چیزی که کمکتون میکنه فراوانی در زندگیتون یا مادیات شما هستش یا شاکره ریشه بسیار زیباتون هست دوستان عزیز. و ما به چه سمتی حرکت میکنیم دوستان، به یک مسئله شما رو داره غافلگیر میکنه. من یک کارت دیگه روش میکشم. بله، من احساس میکنم که یک مسئله داره سراغتون میاد که شما رو مقداری رو غافلگیر میکنه. بله، که شاید آنچنان در ابتدا شما متوجه این اتفاق نباشین و بعد متوجه بشین. حالا به هر حال یک چیزی داره برای شما فاش میشه، برای یک سری ها یه چیزی داره براتون فاش میشه که شاید آنچنان درکش براتون آسان نباشه دوستان. اوکی، یه چیزی داره دستتون میاد. خب عزیزان دل، من به خاطر این دوستانی که به خاطر گله روی این دوستانی که اصرار کردن کارتای احساسی بکشم، دو تا کارت فرشتگان عشق میکشم. ببینیم فرشتگان عشق به شما چه چیزی رو میگن. خب میگه که برو جای دیگه هم بدرخش، ولی به پرچم های قرمز توجه کن. یعنی که مواظب باش با کی داری معاشرت میکنی، با کی داری حرف میزنی، با کی داری خوشو بش میکنی. در واقع این هستش، مواظب خودتون باشین. یه سریاتون دیدم که یک دوره احساسی سختی رو پشت سر گذاشتین، یک تغییر بسیار بزرگی برای شما به وجود اومده. پس الکی خودتون درگیر روابطی که هر دفعه بیان یک پری از شما رو بکنن ببرن و دیگه چهار تا شیوید هم که روی سرتون باقی مونده به قول معروف نقش زمین بشه و هیچی ازش باقی نمونه، فایده نداره دوستان. خب ببینیم با هم دیگه عزیزان دل چه خبر است در کارت های دیگه. خب ببینیم این کارت ها چی میگن. ببینیم یک سری از افراد هستن دوستان هستن که نه این کارت ها اصلا خوب نیستش، به درد نمیخوره. اتفاقا خیلی باحال به نظر من، باحال هست. این حالت های زد و نقیض همیشه، اولا که ما تعدادمون زیاد هست این فالو نگاه میکنیم، بعدش هم خیلی قشنگ هست که حالت های زد و نقیض ما رو میگه. ولی همین حالت های زد و نقیض وقتی وقت نگاه کنه، اگر بخوایم فقط به اون متنش توجه کنیم، بله یه اتفاقاتی هست که میگیم زد و نقیضه، ولی وقتی که نگاه میکنیم میبینیم نه، آنچنان هم زد و نقیض نیستن، بلکه این من بودم در گذشته، این من هستم در حال یا در آینده. خب دوستانی که دارین نگاه میکنین دین مقدس، ببینیم چه خبر است در حال احوال شما. شما این که دارین این فال نگاه میکنین، میگه که من میخوام یه قدم به سمت تو بیام و نمیدونم میخوام که یه کاری رو انجام بدم. میگه که اینجا که من احساس میکنم که بهم خیانت شده و من میخوام همونقدی که من درد بکشم تو هم درد بکشی. خب کارت بعدی میگه من سبوک هستم مثل پرکاه و نه دغم دارم و نه مشکل. ببینین اینجا، ببین سه تا کارتی که اینجا دارم میبینم که کسی هستش که دوستان عزیز با تمام مشکلاتی که داشته در مقابل شخص احساسی یا در مقابل مسئله، حالا حتما احساسی نیستش دوستان، در مقابل مسئله ای که براش مشکل بوده، عزمش جزم هست. و اینکه اینجا دیدیم که توی حتی تو قسمت احساسی هم یک عزایی رو پشت سر میگذاره و خودش رو رها میکنه و مثل پرکاه سبک هست. پس ببینین آنچنان تضادی هم با هم ندارن. خب البته اون بنده خدا اگر چهار کارد میبخوری هم توی قلبش باشه، شما دوست عزیز یه محترم هدفی که داشته باشین، به خاطر که میخواین همه چیز رو کنترل کنین، حرکت میکنین میرین. خب بریم ببینیم کارتای بعدی رو. کارت بعدی ما یانگ هست دوست عزیز، شخصی که معنوی نیست. زمانی معنوی میشه که منافع مالیش در خطر باشن، پروژه‌ای داره، نمیدونم میخواد برحال از این حرفا دیگه، میخوام ببینم که پولم کی دستم میاد، میخوام ببینم فلانم چی میشه، بهمانم چی میشه، از این حرفا. شخصی هست که معمولا ببینین احساسات جایی در زندگیش نداره، از اون دیکتاتور خوناشام شروع میشه تا برسه به یک آدم شخص خیلی جزئی. معمولا توی مسائل احساسی کسی هست که از رابطه فرار میکنه، میره و هزار و یک بهانه میاره و این چیزا. خب همش اون باند خودش براش مهم هستش. میگه که من معجزه‌گر هستم. ببینین دیگه کم کم داره پیغمبر خدا هم میشه و من خدای زندگی خودم هستم.
و اینکه من دوست دارم که همه چیز رو تغییر بدم. خب این شد چه گوارا برام. خب ببینیم کارت بعدی میگه که من کاملا جذب تو هستم و تو رو عالی میبینم. اوکی، پس فعلا در حال مخ زدن هستش. ببینیم مخ کیو میخواد بزنه، مخ شما هست یا مخ کسی دیگه ای. ببینیم کارت آخر، بابا کارت بعدی و معنوی هم شد، خال هندی هم برامون گذاشت. میگه من به معنویت روی آوردم و من به کائنات وصل هستم. این روزا اگه متوجه شده باشه میخواد روی منو کم کنه. ببین دوستان عزیز، آدمی عزیز که با ادعای خدایی میکنه، پس معنوی بودنش آنچنان برای من قابل چجوری بگم تعجب آور نیستش. کسی هستش که من احساس میکنم الان در حال حاضر در حال مخزنی هست، مخزنی کسی هستش دوستان. و برای همین هستش که خودش جای یه آدم معنوی داره قرار میده و من تو چه عجب پری، چه دمی، چه بالی، خب عجب صدایی، یه خورو غارغار کن تا من اینکه بخورمت. خب نه، اون روباه پنیره رو میخواست بخوره. خب ببینیم دوستان عزیز چه خبر هست. در پیام شخص مورد نظر شما یه کارت اینجا افتاد. کارتی که افتاد میگه که یه کمی صبر کن، صبر داشته باش، هنوز موقعش نرسیده. وقتی که همه چیز تهنشین شد و اون زمانی که باید میدونم، اما خواهش میکنم یه مقداری به من هنوز صبر بدهش. براتون آرزوی بردباری دارم دوستان. سعه صدر واقعا با این شخص مورد نظر شما که هنوز هم انتظار صبوری رو از شما داره. و اما فرشتگان شما ببینیم چه پیام براتون دارن. او دو تا کارت افتاد. فرشتگان امشب خیلی حرف میزنن. خب میگه که قلب و روح، وقتی تو یک تصمیمی رو میگیری در نظر داشته باش که قلب و روح چی میگن. یه وقتایی ذهن میتونه ما رو ناامید کنه، پس راه قلبت رو در نظر بگیری و نه راه ترس رو. تغییرات از طریق این عشق زیبایی که دستهاش رو به سمت تو دراز کرده، تو خودت رو تغییر میدی در هر لحظه برای همیشه و به سمت نور. همیشه برای اتحاد بیشتر و برای یک درایت بیشتر. و ما عزیزان از دست رفتمون دوستان ببینیم که چه خبره در انرژی ها. پاپ پاپ پاپ. نه اینو بذارم سر جاش. این کارت رو برمیدم. تو پیشرفت کردی، دوست دارم که تو آگاه باشی به پیشرفتی که کردی و بدونی که چقدر تو تغییر کردی. هر قدمی که برمیداری بزرگ هست و ارزشمند هست و بهت اجازه میدی که حالت بهتر باشه. سختی ها پشت سر تو هستن، به زحماتت ادامه بده، هیچ چیز رو رها نکن. من خیلی به تو افتخار میکنم. روح عزیزان از دست رفتمون در گذشتگان و امواتمون در شادی و آرامش باشه. دوستان عزیز این فال شما بود و میبرم که خوشتون اومده باشه. من روی ماه شما رو میبوسم و بهتون میگم روز روزگار خوش و تا فال دیگه خدا نگهدار.